بینندگان پرمهر و با وفای برنامه در پیشگاه تاریخ، چقدر من قاسم بیات و دوست و همکار ارجمندم جناب ناصر شاهین‌پر شاد هستیم که امروز رو هم میهمان منازل شما هستیم. امید بله، من به خاطر اشکال فنی دنباله سلام علیک آقای دکتر بیات رو میگیرم و به همه دوستان عزیزم، به همه بینندگان صبح بخیر میگم و امیدوارم که بتونیم امروز برنامه رو با اشکالات فنی کمتری ادامه بدیم. علی حال بر حسب معمول که من میباید اول برنامه رو شروع کنم، بدون مقدمات و تعارفات معمول آقای دکتر بیات، خب من شروع میکنم دیگه. این است که من در هفته گذشته داشتم عرض میکردم که این عده رفتن در اون مقبره شیخ طبرسی و اونجا رو محاصره کردند و ماجراهایی رو بعد دیگه چرا من میگم، حالا میخوام براتون امروز بشکافم که چه اهمیتی داره که یه عده رفتن توی مقبره‌ای و ما میبایست که اینطور جزئیاتش رو بگیم. دلیل داره. امروز من دلایلش رو که در هفته گذشته عرض نکردم آرام آرام باز میکنم و با هم دیگه جلو میریم. خب اینا میان ارتشی ها میان قلعه رو محاصره میکنن که آب و نونی به اینها نرسه، اما حالا اونجا مازندرانه دیگه، بالاخره جلو بارف و بارونه و به خصوص تو این فصل سرما که نمیشه گرفت، باران و برف و اینا میاد و تشنگی رو برطرف میکنه، اما گرسنگی سر جاش میمونه. ما میبینیم که اینها که جز شمشیر هم چیزی دیگه ای ندارن، میان از این به اصطلاح قلعه، حالا دیگه تاریخ اسم اینو گذاشته قلعه، داره که مقبره است، عکسش هم هنوز هست، عکس امروزی مقبره طبرسی هم هنوز هست، هر کسی میتونه بره گوگل کنه، نمیدونم همه جا میشه دیدش. به هر حال یه جای کوچیک بی اهمیتی. اینا میان بیرون که برای خودشون غذا تهیه کنن. بذار این بیرون اومدن ها برخورد پیدا میکنن با نظامی ها. ما میبینیم که هر دفعه یک گزارشات بسیار بسیار قهرمانانه شجاعانه، اینا یه مش طلبه و یه مش بقالتاره، ما اینو میدونیم، یه مش مردم پیشورند. حالا من آمارش یه دفعه براتون گفتم، یه بار دیگه خواهم گفت که اینا اصلا چه از چه گروه هایی بودند. ابا کاری ندارم، اینا به موفقیت های نظامی دست پیدا میکنن و تعدادی شمشیر یا نمیدونم چی اسب به دست میارن، میارن تو و این اسبا رو به مصرف غذا میرسونند و سد جو میکنن. من به شما این رو بگم که در بدنه نظام یک بین مردم یک تردیدهایی وجود داشت که ما بزنیم اینا رو بکشیم، به هر حال در این شکی نیست، یه عده و اسلام ها میکردن و یه عده باور کرده بودن، یه عده دل سپرده بودن به این قضیه، در نتیجه یه شکافی در بدنه نظام ایجاد شده بود. اینی که این میزان لشکرکشی که قبلا گفتم حالا میخوام بیشترش رو بگم، برای یه عده آدم توی مقبره انجام میشه، برای اینکه به این آدم ها اعتمادی نیست. مهم اینه، وگرنه دستگاه و دولت و حال این دولتی بوده، این درسته که شکست خوردن ولی 14-15 سال با روسا جنگیدن، یا بعد از یا قبل از این رفتن هرات رو محاصره کردن. خب اینا یه مقدار کار نظامی بلد بودن بکنن، اما اینجا اینطور کمیتشون ننگه، به این بدبختی و فلاکت میفتن. چرا؟ برای اینکه یه مطلب دینی و ایدئولوژیکه و یه عده‌ای به این موضوع دل سپردن، باور کردن. دلیل باور کردن هم حالا امروز میگن
من علاقه ندارم که از اون زاویه وارد این ماجرا بشم. و اون است که میگن که افواه، در افواه اینطور منتشر شده بود و رایج بود که یک هزاره که بگذره امام زمان ظهور میکنه و حالا این تاریخ رسیده، بنابراین امام زمان باید در این تاریخ به موجب این وعده و میعاد بیاد دیگه. پس اینا که میگن درسته، اما نگاه اجتماعی و نگاه دقیقتر این است که بدبختی، فلاکت، فساد به درجه ای رسیده که مردم تمام این مشکلات، تمام این بدبختی ها رو از در زیر اعبای این آخونده ها میبینن که دستشون با حکومت یکیست، شاه و وزیر دست اونا رو میبوسند، پس همه چی اونجاست و دلزده شدن و منتظر یه تحولی هست، منتظر یک تغییری هست. این فضا رو ما داشته باشیم. در گزارش حمله به این مقبره تبرسی من نکات ریزتری رو پیدا کردم براتون میگم که به حرف خودم برسم، که ببینید حرف نظر من، حدس من تا حدود زیادی هم درسته. باحال، یکی دو بار گروه های اندکی از اینها میان بیرون برای تأمین آذوقه و یه برخوردهایی ظاهرا صورت میگیره و اینا با فتوحات و مشعشعانه و با چند اسب و آذوقه و اینا بغل گردن توی مقبره و اسمش هم میذارن غنائم. بعد هم به این نتیجه میرسن که حالا که اینقدر لشکر و سپاه اومده و اینا رو محاصره کرده، اینا دور خودشون خندق هم بکنن دیگه. اونا شروع کنن به خندق کردن دور خودشون که زیاد موفق نمیشن در این کار. اما بنا به فرمان امیر کبیر، مهدی قلی خان نامی با یک لشکر قوی وارد شیرگاه میشه. حالا چرا پای امیر کبیر وسط میان؟ این آقای امیر کبیر در این حال امیر نظامه، درسته که صدر اعظم هست ولی فرمانده کل قوای مملکت هم هست. و در این پدیده جدید تمام سلطنت، دولت رو مورد تهدید قرار داده و اینا میدونن که در لبه پرتگاه هستن و باید از خودشون دفاع کنن. مطلب اینجاست، یه فرستاده یا طرف شاه میاد که پیغام میده به اینا که آقا شما چی میگید، چی میخواید؟ اینا جواب میدن که آقا چند نفر آدم با صلاحیت بفرستید، دو روز سه روز با ما صحبت کنن، اگر این دو سه نفر آدم قانع نشدند شما بیایید همه ما رو از دم تیغ بگذرونید، همه ما رو بکشید، ما معتقدیم که امام موعود ظاهر شد و میتونیم به شما ثابت کنم. یک نکترم من اینجا هفته پیش گفتم یادمون نره، وسط اینا یه ملا حسینی هست به نام ملا حسین بشرویه که در حد فرمانده نظامی عمل میکنه. ما در ایران آدم های مدرسه نرفته ای که میتونن یک کاری رو انجام بدن در طول تاریخ زیاد داشتیم. آدم بی سوادی که شاعر میشه، آدمی که مدرسه نظامی نرفته ولی فرمانده نظامی میشه که کتاب های تحلیلی نظامی دنیا در اروپا این ور اون ور مورد تحلیل قرارش میدن، مثل نادر. حتی سواد نوشتن اسم خودش هم نداشته ولی فرمانده نظامی بوده. ما اینجور آدم رو در ایران زیاد داشتیم. چرا؟ به طور کلی این فرهنگ همیشه یک فرهنگ شفاهی باقی مونده و اینا من تبع اون کلیتیست که من دارم عرض میکنم. این ملا حسین چندین بار این حملات موضعی رو که اینا رفته بودن برای تهیه آذوقه و چیزی با شجاعت دفع کرده بوده و
خیلی نام‌آور شده بوده. تو این ماجرا حاکم مازندران یا آدمی است به نام اردشیر میرزا در سرکوبی این گروه ناکام میمونه، به طوری که بلند میشه میره مرکز، میره تهران، استعفا میده و به جای اون یه آدمی رو، یه شازده دیگری رو به نام خانلر میرزا میفرستن به حکومت مازندران. این خانلر میرزا هم مدتی در مقام حکومت مازندران پس این ماجرا بر نمیاد. این چه ماجراییه؟ 200 نفر، 200-300 نفر آدم در یه مقبره رفتن در رو خودشون بستن. این اصلا مشکل نظامی نیست که داره طول میکشه و این همه فوج سرباز، توپخانه، سوار نظام، پیاده نظام، داستان چیه؟ داستان این است که همه این فرمانده های نظامی، همه این حکام به آدم های زیر دستشون اعتماد ندارن که نکنی اینا با اونا باشن و باید لطمه بزرگتری بخورن در یک حمله. مثلا این خانلر میرزا هم فوت محمد میرزا رو بهانه میکنه و میره به تهران و استعفا میده، البته باز با اعلام این که من پس این کار بر نمیام. مقاومت این گروه، حالا این ضعف دولتی ها، بیاییم قدرت این بابی ها رو ببینیم. اینا چرا اینقدر جسارت دارن؟ اینا چرا اینقدر جرأت دارن؟ و چرا به اینجا رسیده کارشون؟ در حقیقت این میزان از مقاومت و استقامت ناشی از اون بیانیه‌ای که در بدشت به وسیله بزرگانشون به امضا رسید که ما میبایست در تمام ایران پراکنده بشیم و به دعوت خودمون ادامه بدیم، مردم دارن به ما میپیوندن. اینم یه واقعیتی بود. همین الان همون ملا حسین بشرویه در مازندران 800 نفر پیرو پیدا کرده در این زمان کوتاه. اینا که من میگم این اعداد ارقام فقط به دلیل این که در این زمان کوتاه چه معنایی داره. یعنی اگر این لشکریجو نمیشد، این آدم کشی ها نمیشد، به چه سرعتی مردم به این دیانت تازه روی می آوردن؟ چرا روی می آوردن؟ به دلیل که از اون چیزی که موجود بود دیگه ناامید شده بودن. مهم اینه، منزجر شده بودن، مثل وضعیت فعلی. بعد از اون خانلر میرزا یه شازده دیگری رو به نام مهدی قلی میرزا میفرستن به مازندران با فرمان قلع و قمع بابیه و اضافه کردن نیروهای نظامی و دادن کمک‌های نظامی بیشتر به این. میگویند سفارایی دولت در مقابل این گروه در ایران و در تاریخ ایران بی سابقه و بی نظیر بوده که در داخل ایران در مقابل یک گروه ایرانی یک چنین سفارایی نظامی انجام بشه. یک اردوی نظامی خیلی قوی روی تپهی مقابل همین مقبره شیخ طبرسی اردو میزنه.
نکته جالب این است که توی این گیرودار شخص بهاءالله تصمیم میگیره که بیاد از اصحاب قلعه یه ملاقاتی بکنه. تو راه ایشون رو دستگیر میکنن. نایب حکومه، خوب دقت کنید، معاون حاکم ایشون رو میبره در یک اتاقی حبس میکنه که این اتاق چسبیده یک مسجد بوده. آدم هایی میذاری جلوی در که اینا فرار نکنن. بعد به آدم های دیگه دستور میده که دیوار پشتی رو سوراخ کنند و این آقای بهاءالله رو با دو نفر از همراهانش از اون سوراخ فراری بدن و اینها رو ببره به خانه خودش و پنهانی در خانه خودش از اینها پذیرایی و نگهداری کنه. پس اینجاست که ما میفهمیم که حتما در بدنه حکومت اینها طرفدارانی داشتند و این جرأت و جسارت رو سلب کرده بوده از رأس حکومت که دست به یه حمله ای بزنن و یه کاری بکنن. دیگه حالا نایب حکومه بالاترین حد آدمیه که در اینجا وجود داره دست به چنین اقدامی میزنه و بهاءالله و اطرافیانش رو با احترام میبره به خانه خودش و نگه میده. محاصره قلعه همچنان ادامه داره. وقتی میبینن که این مهدی قلی خان هم در کار محاصره قلعه ناتوانه و کاری نمیتونه بکنه، میان دو تا کمک براش بفرستن. دو تا از سرداران نظامی معروف و اون موقع رو، یکی عباس قلی خان لاریجانی، یکی هم سلیمان خان افشار رو با افواج جدید میفرستن به کمک اون مهدی قلی خان که البته باز این هم فرمان امیر کبیره که کمکی بهش میفرستن که ماجرا خرش. این سپاهیان دولتی میان دور تا دور قلعه تبرسی رو در 7 مرحله سنگربندی میکنن. تو گویی که ارتش ششم هیتلری اون وسطه، در 7 خط سنگربندی میکنن برای یه مش آدمی که بدون سلاح گرسنه اون تو دارن دست پا میزنن. اینقدر بی آبی داره به اینا فشار میاره که دیالا فصل بارش و امینا هم تموم شده که اینا ناچار میشن که در صحن حیات چاه بزنن و این کارم میکنن، چاه میزنن که بلکه به آب برسن. گرسنگی اینقدر فشار میاره که اون ملا حسین که آدم بسیار برجسته بود در نظر نظامی تو اینها، میاد بیرون که یه مقدار غذایی چیزی بلکه فراهم کنه، تیر میخوره و برمیگرده تو قلعه و میمیره. وقتی که ملا حسین رو در صحنه این مقبره تبرسی به خاک میسپرند، در حقیقت 37 آدمی بوده که در این مدت و در این محل کشته شده بوده. حالا محاصره شدگان در نهایت تشنگی و گرسنگی قرار گرفت. از اون طرف هم گلولای بیرون مانع حرکت این نظامی ها میشه، تو گل فرو میرن. من به شما اینم بگم، در تمام طول تاریخ چند هزار ساله ما، شاهان ما که بزرگ چه کوچک، اگه میخواستن جنگ رو شروع کنن مراسم نوروزی رو به پا میکردن و بنا اساس هم این بوده که احترام به مراسم نوروزی. بعد از مراسم نوروزی ارتش و سپاه رو حرکت میدادن. چرا؟ پرهیز از گل و شل، برف، سرما.
همیشه جنگ ها در اول بهار شروع می شده. حالا وقتی که وسط اینها ضعف از گرسنگی به حد اعلای خودش برسه، یه جاسوسی از طرف دستگاه وسط اینا بوده به نام میزو حسین متولی. این جاسوسه یه نامه می نویسه میده دست یه آدمی به نام زرگر، میگه اینو برسون به حاکم، به عباس قلی خان. میگه که آقا فقط 100 تا سر، فقط 100 تا سرباز کافیست که بیاد و این قلعه رو قلقم کنه. اینا از ضعف تشنگی و گرسنگی از رمق افتادند. اینها بدون هیچ شرطی تسلیم میشن. چرا معطلید؟ اون عباس قلی خان زرنگی میکنه، آورنده این نامه رو آنن میکشه، اون زرگر رو نامه رو معلوم میکنه. چرا؟ میخواد این فتوحات رو به نام خودش ثبت کنه، نه اینکه به ما گفتن اینا دچار ضعف و گرسنگی هم دو چه و چه. در نتیجه و الوز بازم به حیله متوسط میشه، بازم اقدام نظامی نمی کنه. با اینکه بهش گفته شده، آدمای خودش بهش گفتن که اینا در حال ضعف و گرسنگی هست، اینا توان دفاع از خودشون رو ندارند، بیایید 100 سرباز بفرستید اینا رو جمع کنید ببرید، باز هم این میتر این دیگه این ترس از کجاست؟ ترس از نفرات خودشه. هیچ وقت نباید این مطلب بنیاد اون بره، وگرنه نمیتونیم بگیم که این دولت ابد شوکت قاجار، امپراتوری قاجار در مقابل 200 نفر آدم 11 ماه خودشو معطل کرده که بالاخره سوابق نظامی داشته. بابا 50 سال پیش ما رفتیم هندو گرفتیم، این مردم همون مردمان، این سربازا همون سربازان، چجوریه؟ همین چند سال پیش 14-15 سال با روسا جنگیدین. دو نفری میفرسته به قلعه، پیغام میده که ما حاضرین با شما گفتگو کنیم. دو نفر از افراد قلعه رو بفرستید، با نهایت احترام و اطمینان ما با اونها مقدمات صلح و آشتی رو به وجود بیاریم. دو نفر از اصحاب قلعه رو میفرستن. اینا شازده به اینا میگه که آه جنگ و جدال بین ما خیلی طول کشیده، خیلی این کار به درازا کشیده، هر دو طرف هم زیاد ضرر و زیان دیدیم و از هر دو طرف هم مسلمان کشته شده، این خدا رو خوش نمیاد، درست نیست. من بنا دارم که تمام این اختلافات رو به صورت مسالمت و آمیزی حل کنم. تو این ماجرا قرآن رو برمی‌داره و در حاشیه سوره فاتحه اینا که میخونم می‌نویسه، چون دیگه این عین تاریخ اینا رو که میخونم این بابا برمی‌داره در حاشیه کتاب، در حاشیه قرآن می‌نویسه به این کتاب مقدس و به کسی که آن را فرستاده و پیغمبری که آیات آن را از جانب خدا آورده قسم یاد میکنم که جز از آشتی و دوستی هیچ مقصود دیگری ندارم. میخواهم اساس دوستی را بین خود و شما مستحکم کنم. بنابراین از قلعه بیرون بیایید و مطمئن باشید که دست هیچ کس برای آزار به شما دراز نخواهد شد. شما و اصحاب شما تحت حفاظت خدا و رسول خدا و شاه ایران ناصرالدین شاه هستید. به شرافت خود قسم میخورم که هیچ کس، نه از لشکریان و نه از غیر، به شما اذیتی نخواهد رسان. اگر و
برخلاف آنچه نوشتم رفتار کنم، خداوند منقسم جبار مرا به خشم و غضب خود گرفتار کرد. شاهزاده مهر خودش هم برمیداره و این نوشترم مهر میکنه و میده دست این دو نفر. این دو نفر هم این قرآن رو برمیدارن، میان در داخل صحن و به دیگران میگن و زمنم میگه که من چند تا اسبم میفرستم که پیران شما، بزرگان شما سوار اسب بشن، دستور میدم اینجا چند تا خیمم بزنن که از شما تا رسیدید پذیرایی کنن. زمنن اون دو نفری رو که برده بودن خدمت شازده برای صحبت به اینا چایی تعارف میکنن، اینا نمیخورن. میگن ما در حال که رفقامون، دوستانمون در اونجا در دچار تشنگی و گرسنگی هستن، جایز نیست که ما چیزی بخوریم، ما آمدیم حرف اون رو بزنیم و بریم. دیگه این شازده بعدن دیگه به خاطر پذیرایی از اینها سنگ تمام هم میگذاره که من چند تا خیمم رسول میدم اینجا بگذارن، آقایان که آمدن بلافاصله با قضا از همه پذیرایی بشه. از این چند رس اسب هم میفرسته که بهار اونها یه دهی سواره و یه دهی پیاده از قلعه بیرون میان. حالا ما باز به غلط میگیم قلعه، مقبره. ضمناً قول داده بوده که وقتی که شما به اردوی من آمدید و مصالحه و همه دوستی ها تمام شد، من به یکی که شماها پول میدم که هر کسی بتونه خرج سفر داشته باشه و به اوطان خودش برگرده. تا اینجا دیگه با معاطفت و انسانیت و رفاقت و سنگ تمام گذاشته بود شازده بیچاره. بله، بهار شخص قدوس رو سوار بر اسب میکنن، بقیه هم پشت سرش پیاده از میان بیرون به اردوی شاهزاده که میرسن. آنن همون لحظه بدون معطلی تمام اینا رو میکشن. این ده 202 نفر بودن. برای کشتن 202 نفر چندین فوج نظامی داشتند. 11 ماه معطلی کشیدند. معنی اینا رو میشه فهمید؟ جز اینکه اینها یه محبوبیتی بین مردم دارن، یه محبوبیتی بین همین سربازها، افسرها دارند و معلوم نیست که اگر همچین فرمانی داده بشه اینا بیان برن به اونها بپیوندن، ما اصل هم دارند، از این ترسا داشتن. این ترسا واقعی بوده. خب این قتل عام انجام میشه، قتل عام دیگری هم در زنجان انجام میشه، به صف بندی میشه در مقابل باهایی ها، بابی ها، و به ناچار بابی ها در یک صف قرار میگیرن و اینها در یک صف اونجا میان رو میزنند و قتل عام میکنند و میکشند. بعد از این همه کشتار، سه تا جوان نادان بابی فکر میکنن که ناصرالدین‌شاه رو بکشن کار تمومه. یه تفنگ داشتن، از این تفنگ‌های خفیفی که باش گنجیش می‌زدند، در ایران خیلی رایج بود. یکی از این تفنگ‌ها رو برمی‌دارن پشت این تخت سنگ با لواسونات اونجا خودشون رو قایم می‌کنن که شاه که میاد اونجا اونم یه اومده می‌رسه اونجا برای گنجیش زدن و از این کارا. بهش چند تا تیر شلیک می‌کنن، یکی از این تیرا میاد در روی پوستش، بدنش هم عبور میکنه. کشنده نبوده این تیرا، با اون لباسایی که شاه میپوشیده اینا کارگر بوده است. بهار زخم کوچیکی به ناصرالدین‌شاه وارد میشه. بعد از این زخم دیگه شاه با اوج غضب خودش میرسه و فرمان قتل عامی میده که این قتل عام سازمان یافته بود، به این معنی که نمیخواست این همه آدم رو به اسم دولت ایران کشته باشه.
همینطور که دولت ها برای انجام یک کار نیش، مثلا فرض کنیم در زمان گذشته میخواستن 2500 تا مدرسه بسازن، میگفتن آقا تجار، کسبه، هر کسی بیاد پول بده که ما این 2500 مدرسه رو بسازیم. مردم دخالت میدادن در این امر. جشنهای شاهنشاهی همینطور، هر جشنی، هر کار دیگری، تجار بزرگ، صنعتگران، اینا بیان پول بریزن که این کار انجام بشه. آمدن اصناف رو صورت برداری کردن، پیشه‌وران رو صورت برداری کردن، مغازه‌دار رو، نجار، آهنگر، بگیر برو بالاتر بالاتر، پایین‌تر، همه شون. که تو وظیفه داری که یک بابی رو بکشی، نه به آسانی، با زجر، با شکنجه بکشی و با نمایش بکشی که مردم، سایرین ببینن. چند تا عکس از این قتل عام به وسیله خارجی ها برداشته شده و هنوز هست. اما هیچ کدوم این عکس ها گویای واقعیت خوفناک این ماجرا نیست، مگر نامه ای که یک افسر جوان اتریشی که آمده بوده اینجا درس نظامی بده به ارتش ایران، اون نوشته به یکی از اقوام نزدیکش یا به دوستش که من آمدم اینجا ولی این صحنه ها رو دیدم، اینجا هزاران فرسنگ از انسانیت به دوره و یک لحظه نمیتونم تصور بکنم که من میتونم از این به بعد وسط این مردم بمانم و نفس بکشم. من دارم چمدانم میبندم که برگردم. نامه مفصل اون افسر گویای یک ماجراییه که اون ماجرا دیگه ننگینه، لرزه بر اندام بشریت میندازه. ببینید، ممکنه که آلمان ها 6 میلیون یهودی رو کشته باشن، آره دست جمعی کشتن، بردن تو اتاق گاز ول دادن 3000 تا 4000 تا رو کشتن، بعد دو مرتبه یا امثال اینا. اینی که یک انسان رو تو با حد اعلای شکنجه بکشی به این معنی که یه مردی رو پوست کف پاشو بکنی، بعد به کف پاش نعل بکوبی با میخ، بعد به این بگی تو سبز میدان راه برو، یه مرد دیگه رو بدنش رو 16-17 جای بدنش رو، سینه و شکمش رو سوراخ کنی، شمع فرو کنی تو اون سوراخ‌ها و این شمع‌ها رو روشن کنی که بهش میگفتن اصطلاحاً شمع آجین. این رفتاری که نمیشه گفت انسان با انسان، حالا این مسابقه بوده که هر کسی با زجر و شکنجه بیشتری آدم بکشه جایزه بیشتری میگیره، محبت بیشتری از طرف شاه نصیبش، نمیدونم این چه کثافت کاری بوده که یک ننگی برای جامعه ایران باقی میگذاره که خوشبختانه بعدن دولت‌های بعدی، مردم این رو سرپوش گذاشتن روش. گاهی اوقات فکر میکنم که بیان واقعیت یک ارزشی داره، ولی بعضی جاها برای حفظ حرمت انسانی، برای حفظ آبروی یک ملت، سرپوش گذاشتن هم یه ارزشی داره. اینی که تعداد بیشماری آدم رو به اسم این که من یه باورهای دیگری دارم،
حالا این باور غلط یا درست هرچی، اینجور با شکنجه در ملأ عام و گروهی هم آمدن برای این تماشا کردن، اینا رو اینا رو هم مجسم کنید تو ذهنتون. این عمل ننگین ترین، رذیلانه ترین نوع آدم کشی در تاریخ بشریت بوده که کشته شدن ارامنه به وسیله ترکا توش کوچیکه. میدونید چرا؟ برای اینکه شناعت انسان رو به این میزان نشون نمیده. سقوط اخلاقی انسان به اون درجه برسه که سر سوزنی نخواد درد یک انسان دیگر رو، نه اینکه تحمل کنه، درک بکنه. کردن در همین تهران، در همین سبز میدان، همین جایی که امروز وجود داره، جلوی همین مسجد شاه، همین خیابان روز در جمهوری فعلی این اتفاق افتاد. این نهله فکری، این دیانت از اون به بعد معدوم که نشد هیچی، رشد هم کرد، جلو هم رفت، مردم دیگری بهش پیوستن. اون مردمی که به این نهله فکری پیوستن، این صحنه رو در سبز میدان دیده بودند، ازش خبر داشتن، میدونستن که چه عاقبتی در انتظارشونه. چرا چنین کردن؟ اگر شما تصور بکنید که اون مردم هیچ چیزی در این سو نمیدیدند، یک چیز، یک واقعیت وجود داره، اینکه اون چه که در اون سو میدیدند جز تیرگی و نکبت و فلاکت و بدبختی چیزی دیگری نبوده. این اتفاقی که در جامعه تهران رخ داد، دولت‌های بعدی، البته انقلاب مشروطه، بعد نمیدونم نوگرایی‌هایی که به وجود آمد، این حرفا سبب شد که خود به خود این نوع توحش، این حرفا یه مقدار پس زده شه، عقب بره، بعد به فراموشی سپرده شه. اما در مورد فراموش کردن و به فراموشی سپردن این ماجرا، دولت‌های بعدی، متفکرین بعدی سهم داشتند. واقعا هم دستشون درد نکنه، به دلیل اینکه درسته که یه حقی از یه گروهی زائل میشه، اما یک جامعه وسیعی به نام ایرانی تا این درجه وحشی، تا این درجه نادان، تا این درجه غرق در جهالت، مگر ممکنه؟ چنین شد، این اتفاقات افتاد. اما در کوران انقلاب مشروطه، خوبه که بدونید این رو، که حدود 27-28 روزنامه بودن که از آزادی، مشروطه، نظام مشروطه سلطنتی، حقوق انسان حرف می زدن. نصف بیشتر این روزنامه ها متعلق به این گروه آدم ها بود. البته یه گروه از اینها بودن که می گفتن ما بهتره که خودمون رو مخفی کنیم که اینطور کشته نشیم. ازلی ها که اونا یه 10% باقی موندند و الان دیگه فراموش شدن و رفتن، چون این مقاومت، این استقامت و این اعلام و حضور
شرافتمندانه تر بوده ظاهرا، بوده واقعا، تا اینکه بیام تقلیه کنم. یعنی اونها میخواستن یه جوری از همون تقلیه شیعه و اسلام و این حرفا رو به کار ببندن، ولی خب اینها گفتن نه، این صداقت، این استقامت خیلی واجب تر و بهتره، و چنین کردن. و نگاه کنید ببینید، حتی معروف ترین روزنامه ای که از مشروطیت دفاع میکرد، حبل المتین، که یک حبل المتین در بمبئی بود، یکی هم در تهران، این دو برادر هر دو از این گروه آدم میان، و بسیار بسیار روزنامه های دیگه و نویسندگان دیگه، نه تنها اینی که اینها با حرفای اولیه‌شون یاد دادن به مردم که ما چی لازم داریم برای رشد، چی لازم داریم برای جلو رفتن، که اسمشو گذاشتیم بذر مشروطه. بذر مشروطه رو در حقیقت اینها با قیمت کوبیده شدن نعل به کف پای پوسکنده پاشیدن توی این مملکت. بله، من رشته سخنی میدم با آقای دکتر، معذرت میخوام. خواهش میکنم جناب شاهین‌پر. چه تاریخ غمگینی. نه، این توحش انسانیت چیزی است که هرگز اون رو نمیشه فهمید. خود من به عنوان بهایی چند سال طول کشید تا تونستم کتب تاریخی درباره این فجایع ملتمون نسبت به بابیان و سپس بهاییان رو بخونم، و اونم هیچ وقت نه به صورت ممتد، بلکه یک بخش هایی در زمین، برای اینکه تواناییشو نداشتم. همیشه این پرسش برام بود که شما هم مطرح کردید، چرا چنین شناعتی، چرا چنین خشمی، چرا چنین ظلمی؟ و واسفا که الان در دوره جمهوری مطلقه ولایت فقیه ما اون رو باز هم داریم میبینیم، نه فقط علیه بهائیان بلکه علیه بسیاری از گروه های دیگر میهنمون دارن انجام میدن، و ریشه هر دو به نظر میاد که یکی باشه، و اون ملایان. الان که فقط ملایان هستن، در گذشته هم با اینکه نام به اسم پادشاه داشتیم، ولی در حقیقت این ملایان بودند که حکومت داشتند. خیلی متشکرم از اینکه این وقایع مزار شیخ طبرسی رو به اطلاع ما رسوندید. بله، کشتن خود سید باب حضرت اعلی در تبریز باز هم به فرمان امیر کبیر، اون هم داستانی است بسیار عجیب. خیلی متشکرم جناب شاهین‌پر. بینندگان عزیز، این ایام روزهای روزه بهائیان در سراسر دنیاست که من همه رو شاد باش میگویم. بینندگان عزیز، اگر با بهائیانی برخورد کردید، ملاقات کردید در ایران که متوجه شدید آنان روزه دارند، سعی کنید قدری از ظلمهای گذشتهی که به نام شما بر اونها رفته رو جبران کنید. محبت نور است در هر خانه بتابد، و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. این بیان از عبدالبها عباس است. با اجازه شما با مناجاتی آغاز میکنم. شاید خود من هم آمادگی بیشتری برای ادامه صحبت بیابم.
هو الله. ای خداوند مهربان، از من به من مهربانتری و محبتت بیشتر و پیشتر. هر وقت یاد الطاف تو می نمایم شادمان گردم و امیدوار شوم. اگر مضطربم راحت دل و جان یابم، اگر مریضم شفای ابدی جویم، اگر بی بهرم امین گردم، اگر ناامیدم امیدوار شوم. ای رب الملکوت، قلب حزینم را امین فرما و روح ضعیفم را قوی کن و عصب ناتوانم را توانا فرما. چشمم را روشن کن و گوشم را شنوا فرما تا آهنگ ملکوت بشنوم و فرح و سرور ابدی جویم. تویی بخشنده و دهنده و مهربان. عبدالبها عباس. حضرت بهاءالله در کتاب ترازات در تراز دوم خطاب به باورمندانشان میگویند اصحاب صفا و وفا باید با جمیع اهل عالم، توجه بفرمایید، جمیع اهل عالم، هیچ جدایی درش نیست، با جمیع عالم به روح و ریحان معاشرت نمایند. چه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظم عالم و حیات امم است. و خطاب به باورمندانشان میگویند ای بندگان من، شما اشجار رضوان منید، درخت های باغ و بهشت من، باید به اسمار بدیعه منیعه یعنی ناب ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند. این است اسباب غنا. ای دارایان خرد و درخت های بی ثمر لایق نار یعنی آتش بوده و خواهند بود. فراز کوچکی درباره اینکه دیانت بهایی برای جامعه بشری چه آورده و چه میخواهد با برگرفتن از تارنمای دوست عزیزم کتایون تقی‌زاده به شما تقدیم میکنم. دیانت بهایی که در نیمه قرن دوم 19 در ایران ظهور کرد، مانند همه ادیان الهی دیگر نگاهش به آینده است. همه ادیان برای اطلاع درک و فرهنگ مردم زمان ظهور تعالیم جدیدی ارائه دادند و مفاهیم روحانی و اخلاقی ادیان قلب را تجدید کردند. وقتی درخت آن دین به ثمر نشست و آن دین تمدنی را بارور کرد، به تدریج آن تمدن رو به کهنگی می رود، زیرا در سایه آن تعالیم درک و فهم انسانها پیشرفت کرده و دیگر آن آموزش ها تکاپوی نیازهای مردم زمانه را نمی دهد. کمان که در ایران ما شاهد آنیم که آموزش های اسلام دیگر تکاپوی نیاز یک جامعه مترقی این دوره را ندارد. در آن وقت است که آموزش های جدیدی به وسیله پیامبر جدیدی به انسانها اعطا می شود که خود تمدن پویای جدیدی را پایه‌ریزی می کند. به این فرایند پیشرفت تکاملی نوع انسان در طی زمان می گویند و دیانت بهایی در این فرایند تازه ترین دینی است که ظاهر شده و نگاهش معطوف به آینده نوع بشر است و آموزش هایی برای حل مشکلات بشری در این زمان ارائه کرده است که امیدوارم نوع انسان هرچه زودتر به آن توجه کند تا زودتر
از زیر بار سختی هایی خارج شود که سیاستمداران و اقتصاددانان راه حل جامعی برای آن ندارند و هر راه حلی که پیشنهاد می کنند فقط حکم مسکنی را دارند که وقتی اثرش تمام شد دردها با شدت بیشتری بروز می کنند. زیرا این درمان ها به ریشه اصلی درد توجهی ندارند. بینندگان عزیز، در طی چند هفته گذشته من از تعدادی از دوستان نازنینم پرسش هایی که همه در حول هوش پیامبران که هستند، رابطهشون با خدا چیست، از کجا بدانیم درست میگویند و غیره بوده است و من مجموعی از اونها رو با هم خلاصه کرده و تقدیم شما میکنم تا آنجایی که توانایی پاسخ دارم. و البته همان گونه که همه آنها خودشان اشاره کرده اند، این پرسش های سختی است که پاسخی طولانی لازم دارند. پس خواهش میکنم مرا از تطویل کلام ببخشید. برای سادگی پاسخ پرسش های شماها را خلاصه کردم و به ترتیب تلاش در پاسخی شایسته میکنم. از آنجا که این برنامه ایمان در پیشگاه تاریخ نام دارد، تلاش میکنم آنچه میگویم با شواهدی از گذشته باشد تا آنجا که امکان دارد. سوال مشترکی که همه دارند این است که چرا بپذیریم این آموزش ها، مثلا آموزش های آیین بهایی؟ پیامبر آیین بهایی این رو از خودش نیاورده و این پیام الهی است. و چنین پرسشی رو من در فرم های گوناگون از شما دریافت کردم. این پاسخ را البته از گفته های خود این راهنمایان در این باره ساده تر در میابیم. همه آنها تا آنجا که من در نوشته های ادیان گوناگون یافتم به گونه های فراوان گفتند که سخنانشان از خود ایشان نبوده، بلکه آنان بیانگر پیامی بودند که دریافت کردند. البته با توجه به سختی هایی که بیشتر این پیامبران در زندگی خود و برای رساندن پیام خود به مردم کشیده اند، باید پذیرفت که کارشان البته ساده تر می بود و شاید کمتر خطر کشته شدن و زندان رفتن به دست مخالفان را داشتند اگر به عنوان یک دانشمند یا فیلسوف و یا خیرخواه دیگران سخن می گفتند و نه یک پیامبر که بلافاصله مشکل با رهبران ادیان پیش پیدا کنند. زندگی کوتاه رسالت حضرت عیسی مسیح تا زمان مصلوب شدنشان که حدود 3 سال طول کشید، یا 13 سال زندگی محمد در مکه که در نهایت سختی گذشت، قسمت زیادی از آن، یا زندگی کوتاه سید باب تا تیرباران شدن ایشان در تبریز و همچنین زندانی و تبعید طولانی بهاءالله شاهدی است بر این مدعا. البته پیام این راهنمایان برای بشر در هر دوره‌ای که آمده اند پیامی آسان و پذیرفتنی برای بیشتر مردم زمان خود نبوده و در بیشتر موارد مخالف راه و رسم رایج و تفکر زمان بوده. برای دریافت این نکته نیازی به جستجو در تاریخ چند هزار ساله ادیان نداریم، بلکه همین امروز رژیم اسلامی ایران با بسیاری از آموزش‌های آیین بهایی آنچنان دشمن است که برای این دشمنی در 43-44 سال گذشته صدها بهایی را کشته، هزاران را به زندان انداخته، همه را از کارهای دولتی اخراج کرده، هزاران بهایی را از ایران آواره کرده، اموال آنان را مصادره کرده، جوانان بهایی را از رفتن به دانشگاه ها محروم کرده و زندگی آنان را به راستی برایشان سخت کرده، زیرا از پذیرفته شدن آموزش های بهایی هراس دارند و بقای رژیم ولایت مطلقه فقیه خود را در خطر می‌بینند. و در گذشته همیشه این صادق بوده. فقط این خواب کافی است که ببینیم
این رژیم تمام قدرت و حیثیت رژیم خود را به جلوگیری از آزادی انتخاب پوشش بانوان صرف می کند که یک آموزش آیین بهایی است. هنوز باورمندان مسلمان به تحریک مجتهدین این رژیم اسید به صورت دختران بی‌حجاب می‌پاشند و یا اینکه هنوز گروهی از این مجتهدین باور به تحصیل دختران ندارند و همچون شیخ فضل الله نوری در زمان انقلاب مشروطه و بسیاری دیگر در همین دوره آن را زیانبار برای اسلام و رژیم خود می‌دانند و برای جلوگیری از آن حتی دست به مسمومیت دختران در بسیاری از مدارس دخترانه ایران زدند و آموزش دختران هم آموزش دیگری از آیین بهایی است. پس پیشه پیامبری هرگز و در هیچ زمانی کار پرتقاضایی نبوده و منفعتی هم برای مدعی نداشته. به ندرت انسانی پذیرای این همه بدبختی و تحقیر و زندان و شکنجه می شده مگر آنکه فقط آن را برای نجات بشر و به خواسته حق پذیرفته باشد. و بیشتر آنان نیز چون عیسی مسیح و حضرت باب جان خود را در این راه دادند و یا چون بودا و موسی و محمد و بهاءالله زندگی راحت خود را فدای آن کرده اند. دشمنان همه این مدعایان پیامبری هم از دولت مردان باورمند به دین و آیین گذشته و هم رهبران ادیان زمان بودند که مایل به از دست دادن قدرت خود نبودند. پس عقل سلیم شاید حکم می‌کرد که این مدعیان پیامبری این باور خود را چه وحیانی و یا چه حاصل فکر و تأمل خود ایشان بوده عنوان فکر بشری عرضه می کردن تا شاید مخالفت کمتری را می دیدن. البته ناگفته نماند که بسیاری از روشنفکران و متفکران و فلاسفه و حکما هم در طول تاریخ طعم سختی ها و دشمنی ها و همچنین از دست دادن جان خود یا آزادی خود را از رهبران دینی گذشته چشیدند. و اما پرسش دوم که چرا خدا این پیام را برای قدرتمندان و پادشاهان نداد تا مردم را بتوانند به زور به زیر فرمان حق آورند؟ بینندگان عزیز، پس پرسش دوم این دوستان عزیز من این است که چرا خدا این پیام رو از اول به قدرتمندان و پادشاهان نمیده تا اونها بتونن مردم رو به زور به زیر فرمان خودشون بیارند؟ البته باید ابتدا بگویم که این پیامبران فقط از طبقه ضعفا نیامدند، از همه گروه های مردمی آمدند و همشون از ضعفا مستمندان نبودند. مثلا بودا یک شاهزاده بوده و تا دوران جوانی در قصری به دور از آگاهی از فقر و پیری و بینوایی در نهایت ناز و نعمت زیسته بود تا آنکه به باور بودایان برای دانستن حقیقت زندگی مردم از قصر پا به بیرون میگذاره و مدتی با فقر و سختی و پیری و بیماری آشنا میشه تا آنکه با تفکر و تأمل و زهد به تنهایی به روشنایی میرسه و آموزش هایی رو که بودایان بر آن باور دارند میآورد و به مردم عرضه میکند و در بسیاری از مناطق جنوب شرقی آسیا این آیین است که قلب مردم را به خود تعلق داده. یا اینکه موسی پسر خوانده یکی از رهبران مصر بود و در ناز و نعمت پرورش یافت و در دربار مصر به آموزش آنچه از علوم زمان رایج بود پرداخته بود و امید به قدرت رسیدن داشت. روح حساس او ظلم یک فرمانده مصری را که بر کارگری از نسل کنعانیان شلاق می‌زد نپذیرفت و او را با مشتی به خاک افکند و کشت. بقیه داستان را می دانید که شروع فرار و آوارگی او شد. او پس از سالها ادعا کرد که پیامی از یهوه خداوند دریافت داشته تا این مردم ستم کشیده را
از یوغ مصریان برهاند و به سرزمین اجدادی آنان بازگرداند و عرضه آن پیام به رهبران دینی و حاکمان مصر او را به فرار به صحرای سینا کشاند و تا پایان عمر در آن منطقه خود و دیگران آماده آواره بودند. سرانجام آن مردم به سرزمین اجدادی خود بازگشتند در حالی که خود موسی از این ادعا هرگز بهره‌ای نبرد. یا مانی پیامبر روشنایی ایرانی، فیلسوفی گرانمغز قدر و شاعر و نویسنده، پزشک و نگارگر بود و از پدر و مادری منسوب به بزرگان اشکانی در نزدیکی تیسفون به دنیا آمده بود. او خود را چون بودا و عیسی فرستاده خدا می دانست. آیین او پیوستی میان مسیحیت و بودایی و آیین زرتشت بود. برادران شاپور یکم او را پشتیبانی کردند و شاپور اجازه تبلیغ دینش را داد که تا مدتی در سرزمین های پهناوری از چین تا اروپا گسترش یافت. اما در نهایت او مورد خشم رهبران زرتشتی دربار ساسانی چون کرتیر شد و سرانجام در زمان بهرام یکم ابتدا زندانی و سپس به طرز فجیعی کشته شد. میبینیم تاریخ باز تکرار میشود. مزدک پسر بامدادان اصیل زاده ای ایرانی بود که در شهر استخر پارس و شاید در نیشابور به دنیا آمد. خود او از روحانیان دگراندیش زرتشتی و موبد موبدان بود، یعنی دارای قدرت بود، ولی کیشی جدید آورد که تلفیقی از آیین زرتشت و دین مانی و دیگر مکاتب اعتقادی زمانش بود. او در دوره ای زیست که قدرت امپراتوری ساسانی در حال افول بود و اختشاش میان زمینداران بزرگ که اشراف زمان بودند و حامیان آنان که مغان و رهبران زرتشتی بودند با گروه کارگران و کشاورزان به شدت امپراتوری را در خطر از هم فراپاشیدن قرار داده بود. جنگ هایی که ایران با شکست از ارمنیان و رومیان روبرو شده بود خزانه کشور را خالی کرده بود. جنگ با ارمنیان برای بازگرداندن آنان که مسیحی شده بودند به آیین زرتشتی بود که البته موفقیتی هم همراه نداشت. پادشاه ایران پیروز ساسانی در جنگ با هپتالیان در دوره او کشته شد. پادشاه دیگر بلاش بود که نتوانسته بود با اشراف و روحانیان به توافق برسد. میبینیم قدرتمند است ولی به توافقی نتوانست برسد و توسط آنها از سلطنت خلع شد و کور شد و در نتیجه پادشاهی به قباد پسر پیروز رسید. ظلم بی اندازه روحانیون و اشراف در آن زمان به مردم در دوره پادشاهی قباد جوان او را متمایل به آموزش های انسانی تر مزدک و حمایت او از مزدک شد. این همان کاری است که گشتاس پادشاه کیانی با زرتشت کرد و یا شاهپور پادشاه ساسانی در برابر آموزش های مانی کرد. مزدک در جامعه طبقاتی ساسانی مایل به تقسیم عادلانه ثروت بود و آموزش های اخلاقی او برای مبارزه با بدی و کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بسیار برای آن جامعه ضروری بود. او مردم را به نیکی هدایت می کرد و آزار دیگران را ممنوع می دانست و کشتن حیوانات را برای خوردن ممنوع می دانست. قباد با کمک پیروان فراوان مزدک موفق به انجام اصلاحاتی وسیع در کشور و کم کردن نفوذ اشراف و مغان در ایران شد. ولی به تدریج توجه او و حمایت او از مزدکیان کم شد. سپس در یک چرخش کامل قباد و فرزندش خسرو انوشیروان که حالا به تخت می رسید با حمایت همان اشراف و همان مغان زرتشتی با خشم فراوان مزدک را کشتند و کشتاری بزرگ از پیروان مزدک کردند. برای جزئیات می توانید به تاریخ‌های آن عصر البته مراجعه کنید. سرانجام مزدکیان همه قدرت و نفوذ خود را از دست دادند. می بینیم که قباد با آنکه آموزش مزدک را پذیرفته بود در مقابل مخالفان او که مغان و اشراف بودند کوتاه آمد و پسرش خسرو انوشیروان که در زمان پیامبر اسلام می زیست با روشی بسیار وحشیانه
و خشونتبار مزدکیان و خود مزدک را کشت. پس اگر نامه پیامبر اسلام را هم خسرو انوشیروان دریافت کرد و آن را پاره پاره نمود، او فردی نبود که شایستگی دریافت پیامی از حق را می داشت. و این خود نشانگر آن است که حتی اگر ملکی با قدرت به پیامبری برخیزد، پایان کار نهایتاً بهتر نخواهد بود، زیرا قدرت‌های دیگری بر جامعه حکم فرماست که می‌تواند هر حاکمی را هم که ادعای دیانتی جدید کند از میان بردارند. پس اگر خداوند به جای محمد، آنچنان که دوستان من به من نوشتند، پیام را به پادشاه ایران ساسانی می‌داد، فرقی نمی‌کرد، زیرا پادشاهی چون قباد که حامی مزدکیان شد، خود نهایتاً به دست قباد دیگر جامعه از حکومت برکنار شد و فرزندش خسرو انوشیروان که مخالف مزدکیان بود به قدرت رسید که پایان نفوذ آرای مزدکیان را هم سبب شد. شاید اگر این تغییر اساسی در ایران زمان مزدک انجام شده بود، هرگز امپراتوری ساسانی به چنان درجه ای از ضعف و فلاکت و بدبختی نمی رسید که به دستی گروهی مهاجم عرب ساقط شود. سرانجام بهاءالله که خود وزیرزاده ای از خاندانهای قدیمی ولایت نور مازندران بود، در ثروت و رفاه بزرگ شد، ولی همین که پیام سید باب را دریافت کرد، آن را بوسید و گفت این پیام از حق است، و از آن روز هر چه داشت در راه پیشرفت این پیام گذارد. خود به زندان ناصری سیاه چال تهران در کند و زنجیر رفت و پس از آزادی به سرزمین عثمانی تبعید شد. این تبعید از بغداد آغاز شد و با فشار دولت ایران که او را به دور از مرزهای ایران می‌خواستند به استانبول و ادرنه و سرانجام به زندان عکا در فلسطین از ولایات شام آن زمان رسید. گرچه پیامش امروز در همه روی زمین و در میان همه اقوام و ملل و پیروان ادیان دیگر باورمند یافته است و نوشته‌های فراوان او به بیش از 800 زبان در عالم ترجمه شده، ولی هنوز پیروان او در ایران که او از ایران برخاست تحت همه نوع زجر و آزار هستند. پرسش دیگر شما این بوده است که چرا خدای خواهان راهنمایی و سعادت آفریدگانش پیام را به جای بهاءالله به ناصرالدین شاه و یا خلیفه عثمانی نفرستاد تا نتیجه بهتری داشته باشد؟ مطمئنم که تا کنون از پاسخی که به پرسش دوم شما دادم این پاسخ را هم دریافت کرده اید. ناصرالدین شاه قاجار محیط ابلش قصر و حرمسرا بود و چون بسیاری از دیگر از شاهان قاجار بدون نظر علمای اسلام که حکومت واقعی را در دست داشتند کاری نبود، او بازیچه‌ای در دست علما بود و فتوای تنباکو یا حرمت قبر قند این علما برای خونسا کردن قراردادهای ناصری با تجار خارجی و نیمه تمام گذاشتن محاصره هرات و بخشیدن بخشی از بلوچستان نمونه هایی از ضعف این پادشاه قاجار بوده است. می توانیم به فتلی شاه فکر کنیم که بسیار قدرتتر از ناصرالدین شاه بود، ولی به علت فتوای علما ناچار از جنگ با روس شد و عواقب آن که از دست دادن ولایات بسیاری از قفقاز و بخش وسیعی از دریا و سواحل دریای خزر و غرامت فراوان به روس شد بر همه ما روشن است. یا محمد شاه هنگامی که از طرف سفارت انگلستان برای بستن بازار برد فروشان در خرمشهر و بوشهر و بندر عباس مورد فشار قرار گرفت، در نهایت به سفیر انگلیس گفت من چگونه بتوانم حلال محمد را حرام کنم، و با این ترفند خود را از مخمصه گرفتن تصمیمی بر علیه نظر آخوندها نجات داد، ولی راضی به این شد که ناوگان انگلیس در خلیج فارس و دریای مکران کشتی‌های برد فروشی را از ورود به این آب‌ها جلوگیری کند، ولی خود او قدمی در این راه بر نداشت. خب پس ما با خاصیت بیخاصیتی این پادشاهان قاجار آشنا شدیم که همه چون حلقه‌ای
در انگشت آخوندهای زمان خودشان بودند. و اما شما دوستان عزیز من اشاره به امپراتور عثمانی کرده اید در زمان حضرت بهاءالله، و او سلطان عبدالعزیز بود که همزمان ایشان بود. علمای سنی که آنها هم از علمای شیعی دست کمی ندارند، آنقدر برای سلطان عبدالعزیز کارشکنی کردند که او را به جنگ روس کشاندند با گفتن اینکه روس‌ها کافرند، خداوند با ماست، لشکر آنها ترسوست و فتح و پیروزی با ماست. نهایتاً او را به جنگ روس کشاندند تا پس از شکستی تلخ سرانجام هم او را خلع کردند، و در این شکست درست مثل شکست ایران از روس، عثمانی ها هم نصف روملی رو به باد دادند، قطعات عظیمه ای از آناتولی از آنها جدا شد، قبرس منفصل شد، بلغار مستقل گشت، بوسنیا و هرزگوین به دست اتریش افتاد و تونس سهم فرانسه شد. و سلاطین دیگر این امپراتوری هم از قدرت طرفی نبستند تا در نهایت سلسله آنان قطع شد و پس از شکست در جنگ جهانی اول، آتاتورک که ریشه بدبختی بیماری این امپراتوری را دریافته بود خلافت را منحل کرد و اعلام جمهوری سکولار نمود که امروز هم ترک‌ها سعی دارند آن را نگاه دارند، گرچه در مقابل موج مردمی که هنوز هم دین را می‌خواهند آهسته آهسته به عقب می‌روند. پس به نظر نمی‌رسد که این پادشاهان، چه عثمانی چه ایرانی و حتی پادشاهان کشورهای دیگه هم، کارشون اگر این شده بود که پیام حق رو برای مردمشون دریافت کنند، ثمر بیشتری حاصل از آنها می شد. مرحوم فرموده اید که مسلمانان پیامبران رو کسانی می دانند که صلاحیت پیامبری داشتند. چرا خدای قادر متعال به قدرتمندان صلاحیت لازم را نداده؟ البته من فکر می کنم با نمونه هایی که تا کنون برای شما آورده ام شما می پذیرید که یا پیامبران از میان همه گروه های مردم بودند و مختص به طبقه خاصی نبودند، پس این صلاحیت را در میان گروه های متعددی می توان یافت و خداوند تبعیضی قائل نشده است. در بسیاری از قبائل افریقا یا قبائل امریکا و یا حتی جنوب شرقی آسیا در گذشته، عملا رؤسای قبائل رؤسای دینی آنها هم بودند که مردم را هدایت می کردند. حال تا چه اندازه این پیام ها نتیجه فکر خود آنها بوده و تا چه اندازه نتیجه الهام الهی به آنان بوده، البته مطلبی است که من وارد آن نمی شوم. پس سوال برای ما این است که پیامبران چه ویژگی داشتند که در دیگران نبوده و در نتیجه فال به نام آنها افتاده است. ما نگاهی به تاریخ حیات پیامبران گذشته تا آنجا که تاریخ روشنی داریم، عموماً از هر طبقه و مقامی که بودند، اینها انسانهایی مهربان بودند، یار و مددکار دیگران بودند، به امانت و راستگویی شناخته می شدند، با احساس قوی همدردی و همکاری با دیگران. همه آنها در فکر اصلاح امور دیگران و جامعه خودشون بودند، غرور و تکبر نداشتند، متفکر بودند، شجاع بودند. اگر شجاع نبودند هرگز به چنین کاری موفق نمی شدند. و عموماً همه صفات نیکوی انسانی را که ما می توانیم برشماری داشتند. باید گفت که البته چنین انسانهایی فراوانند و همه ما در زندگیمان با آنان برخورد کرده ایم، ولی یکی از ویژگی های آنان تلاش دائم و فکر برای انجام کار
و وسیله‌ای برای کمک به دیگران، حل مشکلی اجتماعی و بخشیدن آرامش و لذت به دیگران بوده است. بسیاری از هنرمندان و مخترعین و صنعتگران و محققین و پزشکان و دانشمندان و غیرو و غیرو از این قبیلند. بسیاری از آنان به سادگی میگویند که آنچه کردند به سبب الهامی بود که در خواب یا بیداری داشتند و منجر به کشف ویژه‌ای برای درمان بیماری‌ها و یا اکتشافی و یا اختراعی و یا ایجاد آثار هنری چون موسیقی، یک رمان، یک مجسمه، یک نقاشی یا یک طرح ساختمان و یا یک شعر شده‌اند. پس بسیاری از این گروه‌ها که صحبت از آن کردیم معتقدند که الهامی دریافت کرده‌اند که به آنان چنین افتخاری رسانده. اما یکی دیگر می‌دانیم که پس الهام بسیار عمومی است در جامعه بشری. اما یکی دیگر از ویژگی‌های پیامبران گذشته از آن که ذکر شد، عشق فراوان آنان به حق و آرزوی وصال او و مصاحبت او و انجام آنچه رضای او بوده است. اینان غالباً بسیاری از وقت آزاد خود را صرف راز و نیاز با حق می‌کردند و اراده خودشون رو با اراده حق همسو می‌کردند، تا آنجا که به اراده خود و با تصمیم خود فقط اراده حق در آنان کارساز بوده و از این گروه انسان‌ها در هر ملتی و در میان پیروان هر آیینی و در همه تاریخ بشر فراوان بوده و هستند. و در تاریخ دیده ایم که گروهی از آنان به صورت صوفی و درویش و تارک دنیا و راهب و راهبه در آمده و همه وقت و ذکر خودشون رو به خدا می دهند و به هیچ توقعی همه عمر خودشون رو به خدمت به خلق می پردازند. با نگاهی به تاریخ حیات پیامبران می بینیم که آنان در حیات خود هم اینگونه بودند. موسی سالها در بیابان به چوپانی وقت گذراند و با حق به راز و نیاز می پرداخت. محمد مدتها کوه حرا در خارج مکه به تنهایی به تفکر و عبادت می پرداخت. سید باب کار تجارت خود را به کناری زد و به عبادت و راز و نیاز با حق می پرداخت، تا آنجا که دشمنان او به دروغ مدعی بودند که با عبادت در تابستان گرم بوشهر بر روی بام دیوانه شده بود. بهاءالله غایبان در دشت و جنگل های مازندران به تنهایی و یا با تنی چند از دوستان به تفکر و سیر آفاق و انفس مشغول بود و 2 سال تمام در کوههای سلیمانیه به عبادت و تفکر مشغول بود. و اینجاست که به درک حقیقت آنان کمی بهتر میرسیم. چنین انسانهایی که اراده‌ای جز آنچه حق برای آنان خواسته ندارند، گذشته از الهامی که بسیاری از مردمان آنچنان که گذشت میرسد، در مواقعی الهام به صورت روشن‌تر و در خواب همچون رویا دریافت میکنند. مثال آن در کتاب مقدس آثار یهودیان و مسیحیان بارها دیده میشود که یک نبی از رویای خود سخن میگوید و آن را در بیداری مینویسد. در باور بومیان قاره امریکا بسیاری از رهبرانشان از رویاهای خواب خود سخن گفتند و پیروانشان بر آن باور دارند. اما نمونه بارزتر آن در مورد پیامبرانی است که در بیداری به دریافت وحی موفق شدند. سخنان موسی با یهوه خدا در کوه طور و عیسی در راز و نیازش با حق و رسیدن جبرئیل به حضور محمد و سخنان مشیت اولیه یا روح اعظم الهی با بهاءالله از این گونه است. نمونه آن را در لوح احتراق می‌خوانیم که مکالمه نفس عنصری حضرت بهاءالله با عنوان قلم اعلی با روح اعظم الهی که او را همچون قلمی به حرکت می آورد و بز او از زبان او می گوید آنچه گفتنی و شنیدنی است. و این همان حقیقتی است که در تجلی به موسی او را موسای قانون گذار کرد و در تجلیش به عیسای ناصری او را عیسای مسیح کرد و در تجلیش بر محمد او را نور محمدی ساخت و در تجلی بر سید باب او را باب الله الاعظم نمود و در تابش بر میرزا حسین علی نوری او را بهاءالله نمود. و اکنون پرسش دیگری شما دارید و این پرسش درباره نفس اراده آزاد انسانی است که من از شما میخواهم اجازه بفرمایید تا من به این پرسش در برنامه آینده بپردازم،
چون این یکی از مقوله های جبر و اختیار، یکی از مقوله های بسیار مفصل هم در اسلام، هم در مسیحیت و هم در آیین یهود بوده است. بنابراین اجازه بفرمایید پرسش به این پاسخ رو، من به پاسخ به این پرسش رو در برنامه آینده خدمت شما عرضه بکنم. من همه شما رو به ایزد مهربان می سپارم. برای همه هم میهنانمان در ایران آرزوی شادی، تندرستی و پیروزی بر قوای جهل و خرافه را می نمایم. بدرود. بله، منم با شما خداحافظی می کنم با آرزوی اینکه ملت ایران از شر هر گونه علی شیمیایی به زودی نجات پیدا کند.